خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. این ویدیو اومدیم که پوشکاپ رو ریپلایش رو با هم دیگه ببینید همراه با توضیحات. حقیقتش میخواستم به صورت لایو باشه ولی خب گفتم چون تاب بالا استرسش بالاه برای همین سخت این مقدار لایو و توضیحات. عذرخواهی منو پذیرا باشین، حتما حتما روش توضیحات میدم، همون مثل لایو فرقی نمیکنه. دک ما هم گالم، نایتویش، لامبرجک، الیت بربر، بومبر، زب، مگامینون و ارو کارت های دک ما هن. قبل از اینکه بریم سراغ ریپلای و اطلاع و همچنین هم را با توضیحات، ازتون میخوام که حتما حتما چنل من رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش فعال کنید تا ویدیو میذارم اولین نفری باشین که از ویدیو من آگاه و مطلع میشین. لایک ویدیو یادتون نره، یه کامنت پر انرژی انگلیسی هم بذارین، ویدیو هم برای دوستاتون شیر کنین، این استای من هم حتما حتما فالو کنین، توی دیسکریپشن هست، جوین چنل تلگرام هم بشین. خیلی حرف زدن، بزنیم بریم سراغ بتلا. اولین بتلی که میخوام براتون بذارم چه بتلیه؟ این لوکاس که همتون میشناسین، ولی خب یه دونه بتل لاواکلون بالا هست، به نظرم اون بتل آخری رو ببینیم بهتره. پس میایم سراغ این پلیر که رنگ یه رقمی یا دو رقمی، یه رقمی فکر کنم داره، که این اکانت دستیش بند شده و با این اکانت سیزن پیش رنگ 64 گلوبال رو زده. پس بریم سراغ بتل که دکش خیلی هم فول زده، امیدوارم که لذت ببرید. خب بتل شروع میشه و اینجا احتمال میدم که زب زده باشم، چون یه چند ساعت پیشه، خیلی به یاد ندارم. الیت بربر رو زدم، اونم الکترو ویزارد رو میندازه همراه با تورنادو که کینگ تاور رو فعال کنه. الان کینگ تاور رو فعال میکنه و اینجا نمیدونستم که میخواد کینگ تاور فعال کنه، وگرنه نمینداختم الیتو. اینجا احتمالا زب زدم یا بومبر، آره چون کارتای سبکی ان جفتشون رو دو اکسیدین، گفتم یه دونه از اینا رو بندازم که کارتا سایکل بشن. نه گالم دارم نه نایتویچ، که الان نایتویچ دارم، نایتویچ میندازم، اونم مینیون میندازه از وسط، منم گالمو میچسبونم. دقت کنین چرا چسبوندم، چون از جلو مینداختم مینیونو میجویدن این گالمو تا بیان جلو تا برم مینیونا رو دمیج بده. دقت کنین، و چون نیروی مثل ویزارد و ویچ نداره که نیروهای چسبیده به گالمو بزنن، منم برای همین نایت ویچ و گالمو با هم دیگه چسبوندم. دقت کنین اینجا ناکیش قشنگ اون اسکل قول بیکرش رو، حالا اسم انگلیسیش یادم رفته، میزنه و من از لاین مخالف یه لامبرجک میندازم و اونم وقتی لامبرجک میندازه و میدونم که اکسیرش کمه، من الیت بربر میندازم ولی با فایر خوب جمع میکنه و فکر کنم دو ضربه اگه اشتباه نکنم الیت زد، بله دو ضربه میزنه و اینجا 1000 تا دمیج دادم بهش و اکسیرم دو ست ازش جلو بودم و این یه نکته خوب بازی بود که تونستم از رقیبم اکسیر جلو بیفتم. و همیشه باید شما سعی کنید که از حریفتون اکسیر جلو بیفتید، نه اینکه اکسیر خرج نکنین تاورتون رو از دست بدین، نه، توی نکات ضروری باید حتما دفاع کنین، توی نکات ضروری حتما باید حمله کنین، ولی یه جاهایی هست که ضروری نیست و واسه 50 تا دمیج 100 تا دمیج نباید اکسیر خرج کنین. اونجا رو عرض میکنم، اینجا احتمالاً بومبر رو انداختم که کارتا سایکل شه ولی چون 6 ثانیه آخر بود این بار سب کردم که نزدیک یه دقیقه بشه، برای همین بعد اینجا یه دقیقه شد. دقت کنید درجا بمبه رو انداختم و همون لاینی که اسکلت قول بیشکر انداخته گالم رو انداختم، بالون انداخت و خیلی زده دیگه. لامبر بالون خیلی دک زدیه، لامبر بالون خیلی دک زدیه و سخت دفع کردنش. اینجا لامبرجک رو انداختم برای زدن اسکلت قول بیکرش، میگا میون هم انداختم ولی یه فایر تورنادو خیلی وحشتناک زد و خیلی بهم دمیج داد. اینجا درجا الیتو انداختم چون فایرش رو مصرف کرده بود و اسکلت قول بیکرش هم اونور بود و گفتم بندازم، هم ریج داره هم خیلی نمیتونم دمیج بدم. اینجا درجا نیورال پر کردم، چرا؟ چون اکسیر کم آورده بود، درست فایر داره، وقتی شما اکسیر تو خرج میکنی دیگه نمیتونی فایر بندازی که. اینجا قشنگ تاور رو گرفتم ازش و 10 ثانیه موندون و دیگه نمیتونست کاری بکنه و تقریبا میشه گفت تسلیم شد. میگا مینیون هم یه پیش بینی دادم، دقت کنید کارتش دستش رو بالون بود، دید میگا مینیون انداختم دیگه نانداخت اصلا اونا و جی جیان ویل پلیت. امیدوارم که از این مچ و توضیحات لذت برده باشین. بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیوی بعد که ببینیم که بازی با چیه. بازی با مورتاره ویدیوی بعدی، که بذارید ببینم بازی های هیجان انگیزتری اگه باشه اونا رو براتون آپلود کنم. با
بازی با گراویار پویزن میدونم خیلیتون مشکل دارین، پس بنابراین همین آپلود میکنم. یارو از 7700 خورده منفی زده و پلیر خیلی خفنی هم هست، امیدوارم که لذت ببرید. چون مورتا رو میشه زد، گفتم یه دکی باشه که ضد ما باشه و گراویار پویزن هم که 100 صفره، یعنی شانس بردی تقریبا جلوی این دک ندارین. اینجا تانکس تانکس میکنه، من زب میزنم کارتام سایکل شن، اینجا گالم نایتویچ رو با هم دارم چون گالم رو میندازم بعدش نایتویچ هستش. اینجا گالم رو میندازم، دکش نمیدونستم چیه و احتمالا والکری رو انداخته الان، آره چون کارت دیگه ای نداشت. والکری میندازه، منم نایتویچ رو میندازم، بیبی درار احتمال میدم بندازه آره، و اینجا پویزن رو انداخت هم به تاور هم به نایتویچ. بعضیا من دیدم که هم نگه میدارن برای زدن هم تاور هم نایتویچ، بعضی نگه میدارن نه میان رو پل نیروهای بیشتری رو میگیره که به نظر من بیان رو پل بهتره. اینجا فکر کنم الیت انداختم چون اکسیر خیلی کم آورده بود، باید اکسیر دستتون باشه همیشه، خدا باید اکسیر دستتون باشه وگرنه نمیتونید خوب پیشرفت کنین. از من به شما نصیحت، حداقل حدودی بگین چند تا اکسیر داره. اینجا نوک یه دمج وحشتناک بهش زدم و فقط 500 تا دمجش تاورش مونده بود و منو نگاه کنید، یه بار 4000 تا، یه بارم 3700 تا، وقتی خیالم راحت بود. حالا اول بازی اون مسخره میکرد، من دارم مسخرش میکنم. دوباره فکر کنم رفتم سراغ گالم، اینجا یه اشتباهی کردم، نباید گالمو مینداختم. من آدم خیلی ریسک پذیری ام و انداختم دیگه تاورم اینجا فکر کنم گرفت، تا یه لامبرجک فقط انداختم و باید یه ارو هم به نظر خودم مینداختم و چارجر دمیج نباید میزد بهم. اینجا لایتویچ هم انداختم، فکر کنم بومبرم از وسط انداختم که تامبستون رو بزنه، بله تاورش رو که قطعا میگیرم، این که مسئله نیست، ولی خب چارجر دمیج خوردم و این یه مقدار نگران کننده بود و بازی یک یک بود تقریبا، فقط 100 تا مونده بود. اینجا الیت بربر از وسط انداختم که آیس ویزاردشو بزنه، آیس ویزاردشو میزنه ولی خود تورنادو زد خیلی به نفعش شد و همچنین بربر برد. اکسیرم دهشه گالمو طبیعتا میکارم، بله درسته که پویزن میزنه که به نظرم کار درستی کرد، با اینکه پویزن رو باید نگهداری برای نایت ویچ، ولی وقتی که اکسیرش زیاده چیکار میکرد؟ نمیتونست کار دیگه ای کنه و بنابراین پویزن رو زد، شاید میخواست پویزن سایکل کنه. اینجا والکری میکاره، والکری جای خوبی کاشت، میگم پلیر خوبیه ولی تونستیم خوب بهش ضد حمله بزنیم. اینجا الیتو از کجا انداختم فقط نگاه کنین که اکسیر خرج کنه، فقط میخواستم اکسیر خرج کنه از این ور دمیج بهش بدم. اینجا لامبرجک رو زدم و اینجا لامبرجک هم یه زف هم زدم که تاور حواسش بره به اون گالما. لامبرجک هم اینجا یه 200 فکر کنم دمیج داد، میگم 200 تا نزدیک 1000 خورده دمیج داد لامبرجک، بنازم چه دمیجی. خب اینجا یه حمله وحشتناک، یه ضد حمله وحشتناک زد ولی خوب دفاع کردم خدا رو شکر. من فکر کنم 1000 تا، نه 1000 تا هم کمتر تا دمیج شدم، 600 تا تاور مونده بود این بچه، فقط 2000 خورده ای و حتی میشد با اسپل هم دمیج رو، دقت کنید الکی وقتی که حریف دک گراویارده باید دفاعتون خوب باشه، بمبه رو داشته باشین وگرنه همینجوری نباید فقط اسپل خالی کنید و دقت داشته باشین، نگین چون مهران اسپل میزنه 600-700 تا مونده منم باید اسپل بزنم، نه اول نگاه کنید میتونین دفاع کنین یا تاور جونش چقدره، الان نگاه کنید چه دمیجی داره به من میزنه و من یه ریسک بزرگ کردم چون گالم مینداختم که طبیعتا تاورمو میگیره با یه گراویارد و بیبی دراگی والکری چیزی، بنابراین گفتم اسپل سایکل کنم. اینجا همینجوری داشتم اسپل سایکل میکردم، نیرو مینداختم که گراویاردشو دفاع کنه، همینجوری همین کارو میکردم. یه دستخونی هم کردم که الیت بربر انداختم برای زدن والکری، مگا مینونم برای زدن بیبی دراگ، اینجا هم همینجور سایکل میکردم و خدایش خوب بود سایکل و درسته که ریسک بزرگی بود ولی خب چاره ای نداشتم. اگه گالم مینداختم که تاورمو میجوید، اگه اول ناکیش مینداختم که راحت دفاع میکرد ممکن بود یه زد حمله وحشتناک بزنه، پس بنابراین گفتم که باید اسپل سایکل کنم. این بود از مچ دوم، امیدوارم که لذت برده باشین. شرمنده زیاد حرف میزنم، واقعا این نکات خیلی بزرگ و ریزی داری که باید دونه دونه شو به شما عرض کنم. بریم سراغ مچ آخر که لاواکلونه، امیدوارم که بازم لذت برده باشین. 7692 دو تا باتل زده بعد این و برده هر جفتشو، رنگ 190 19، اوه
رنگ ها رو که دیگه خودتون مشاهده میکنید. 8800 ریکوردشه. احساس میکنم اینو میشناسم ولی از 7900 خورده یا منفی زده. بریم واچ کنیم یا ببینیم بهتره. پلیر خفنیه، لاوا کلون یه دکیه که شما وقتی ارو دستتون داشته باشین راحت میتونین، خیالتون راحت، ولی وقتی ارو تو کارتتون نباشه هول این جلوی لاوا کلون، چون هر لحظه ممکنه کلون کنه. اینجا فلای ماشین میندازه، من لامرجک رو میندازم. اینجا چرا زب نزدم؟ گفتم اول الیت بربر رو بندازم بعد زب بزنم یه شوک بهش وارد کنم. و فقط نگاه کنید چه دمیجی وارد کردم، اینجا یه دمیج خفن بهش دادن. بعد اینجا چرا دفاع نکردم؟ شاید خیلیاتون بگین الان من اگه دفاع میکردم اکسیرم شد صفر، درست؟ و همچنین باید ارورم خرج میکردم، درست؟ و هیچ نیرویی برای دفاع کلونش نداشتم طبیعتاً، و اصلا اکسیرم کم می آوردم. و جلوی لاوا کلون هم شما میتونید که اگه اکسیر کم بیاره بهش خیلی ضربه بدی وارد کنید، و دقت کنید تو ادامه بهتون میگم. فقط وقتی فهمیدید دکریف لاوا کلونه باید این کار رو کنید. اینجا نها کنید، گالم انداختم، ناتیش هم انداختم، بعد اینجا هم آرمی انداخت، بازم ارو رو خرج نکردم، ریسک نکردم اینجا، چون ارو رو خرج میکردم یه کلون میزد و طبیعتا هیچ کارتی برای دفاع کلون نداشتم. زپ هم میزدم که شوهاش کمه و نمیتونه حجم زیادی رو بگیره. اینجا یه فایر زد ولی نگاه کنین نایت وی چسبی تاور 3000 تا دمیج بهش وارد کرد، خیلی خوب دمیج زد واقعا. و این ورش 248، اون ورش 984. این ورم در جا یه دونه الیت انداختم، چون لامرجک میزد که لامرجک رو در الیتا میزدن، آرمی هم میزد که یه زب داشتم میزدم. زب رو باید نگه داریم برای اسکلت آرمی، یه دونه دمیج میده که میشه 476. این فر 248 هم سمپل راست. و در ثانیه آخر بود، اکسیر هم از من کمتر داشت و خیالم یه مقدار راحت تر شده بود. اینجا گالم رو میندازم طبیعتاً، بعد اینجا لاوا رو انداخت، میخواست بیاد من رو سه کنه طبیعتاً، چون که عقب بود بازی رو و نیاز داشت که یک ریسک بزرگ کنه برای اینکه ببره بازی رو. اینجا همینجور داشت کارت مینداخت از سمت راست، راست من و چپ خودش میشه. اینجا بومبر انداختم، یه دونه مگامینیون و اروم رو اینجا زدم، چون که ارو نمیزدم مگامینیون هم میمرد و همینجا کارم تمام بود. اینجا همینجوری داشتم کارت مینداختم که نیرو حواسش پرت شد، از اونورم حواسم بود که یه زب زدم به اون اسکلت آرمیا و همینجوری کارت مینداختم که اونور نایت ویچ و گالم دمیج بدن. و یه عملا میشه گفت که یه تیزوشی بزرگ بود. این بود از این ویدیو و به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم که لذت برده باشین و کلی کیف کرده باشین، کلی حال کرده باشین. و اینکه حتما حتما کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش فعال کنید، لایک ویدیو یادتون نره، یه کامنت پر انرژی انگلیسی هم بذارید، ویدیو هم برای دوستاتون شیر کنید، این استار رو فالو کنید، جوین کانال تلگرام بشین. عشق من، این دوستتون دارم. پیس اوت.